خواهیم در مورد اختلال بیشفعالی یا کمبود توجه یا ADHD بحث بکنم. اول اجازه بدین یک خاطره را بر شما شریک بسازم. روز با یکی از مادرها در کودکستان کودکشان را مورد صحبت قرار دادم و گپ زدم و صحبت کردم و علائم جدیه که کودکش داشت برش گفتم که ممکن ADHD باشه و جدی بگیرش، کمکش کو و زود به حل و مسائلش بپرداز و هم به می شکل یک داستان. و بعدش خانم چون مادرها معمولا احساسات دارن و معمولا ما متوجه شدیم که اختلالات اولادای خود قبول نداره، بیماریش قبول نداره، تا که مگم باز بره هندوستان، پاکستان، ایران و اونجا برشان بگه که بله همین چیزی که در افغانستان به شما گفته بود درست بود، باز بعدن میان و سر ما یک رقم اعتبار میکنن که ما هم دچار گاهی اوقات ناراحت میشیم، ولی به هر حال مراجعه است دیگه و خب ما باید این مسائل هم درک بکنیم و این هم درک بکنیم که در مملکت ما و در کشور ما امکانات و سهولت ها و متخصصین زیاد نیست و معمولا وقت میبره که اعتبار و اعتماد سازی شوه و مردم ما بپذیره که خب این تشخیص که در افغانستان میشه درست است. من دیگه این مورد کمی حق میتونم به خانواده و مادر عزیز، ولی گاهی اوقات نمیشه برشان حق داد. این مادر عزیز رفته بود، بعدن زیاد ناراحتم شده بود، شکایتم کرده بود، چند پستم کرده بود طرف در فیسبوک ها که ما کودک پیشفعال نبود، کودک ما عاجز است، کودک ما آرام است و ایتر است و ایتر است. من میخوایم امروز اشاره کنم عزیزان که ADHD به این معنا نیست که فعال است، فقط فعال است. ADHD معنایش است که بیش فعال و با کمبود توجه، یعنی توجه نمیتونه، تمرکز نمیتونه و اونو تمرکزی که نمیتونه یا آرامش میسازه یا بیش از حد فعالش میسازه. اینه میخواستم اشاره بکنم، یعنی یکی از نشانه هایش ای است، یا بگم که ای اختلال به این شکل است. ولی بگذارین چند نشانش اشاره کنم. اولی که اغلب به جزئیات توجه نمیکنه. حالا اگر یک کسی ما بیش فعال، وقتی که کلمه بیش فعال از من شنید فکر کرد که ما شوخه، کودکای شوخه بیش فعال میگیم، نه خیر، امی که توجه نمیکنه گنگس است، به اصطلاح خود اون مادر که یاد کرد اونجا گنگس است و توجه نمیکنه و فکرش نیست، بی پرواسته، امی اصطلاحات که مادرها معمولا به کار میبرن. بله، اغلب به جزئیات توجه نداره، متوجهش نمیشن، به درس و کارهای روزمره تمرکز نداره، به نظر میرسه که به حرفت گوش نمیکنه، توجه یک جای دیگه است، مثلا هرچی میگی که احمد 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 نکو نکو او ادامه میده، احمد نده و میده و احمد بیشی و حرکت میکنه. این مسئله رو داره، اغلب اوقات دستور انجام نمیده. ما فکر میکنیم که بی تربیه است، بی نزاکت است. مادرای ما معمولا این الفاظ رو به ما به کار میبره، بی تربیه است استاد، بی گفت است استاد، حرف ناشنو است و اتر است و اتر است و به چکاکای شتر است، به چخاری شتر است، یتر است. اما بس اصلی است که بی تربیه نیست، او نمیتونه بشنه، او نمیتونه تمرکز کنه که مادرم چی میگه. بی تربیه نیست، خوب با تربیه است، خوب بچه است، خوب گل واره بچه است. اما ما احساس میکنیم که به شکل است. حال بچه زیاد گفتم، دوستا دخترها هم هستن که ADHD دارن و گاهی اوقات پدر و مادر خود ناراحت میکنن. مسئله ششم رو که پنجم رو که میخواستم اشاره کنم، در سازماندهی مشکل داره. یعنی اول توجه نداره، دوم به کار روزانه رسیدگی کردن نمیتونه، سوم به حرف گوش نمیکنه، چهارم به دستور گوش نمیکنه و پنجم در سازماندهی مشکل داره. یعنی درست نمیتونه یک مورد را سازماندهی کنه، یعنی که چی است، به کجا ربط داره، به کجا لینک داره، ای به کجا مانده شوه، او به کجا مانده شوه، کدام رنگ ها چطور گذاشته شوه، کدام اعضا چطور ترتیب شوه، اینا رو معمولا دوچاره مشکل میشن. ششمین مشکلی را که دارن عزیزان ما متاسفانه عزیزان، اکثریت وسایلشان را گم میکنه، گودیگکشه، موترکشه، توپکشه، قلمشه، کتابچهشه، بوتایشه، جرابایشه، حتی گاهی اوقات خانه میه، خانه امی بایکشه که از کودکستان یا از مکتب میره، یعنی میره در دروازه خانه میمانه، بایک در دروازه خانه میمانه و خودش داخل خانه میشه، گاهی اوقات در موتر بالا میشه، بوتای خود میکشه داخل موتر میشه.
علی ایلی بیمانه نیست که مشکل داره، اختلال چی داره، عقب مانده است یا مثلا کودن است یا مثلات که مادران معمولا به کار میبرن. او فقط تمرکز نمیتونه، نمیفهم کجا بوتل است، کجا باید بوتش کشیده شه، کجا تشناب است، کجا چی است، کجا چی است. هفتم و مورد هفتمی که دیگه کودک است، نشانه که دیگه کودک است، همیشه در حرکت و فعالیت است. یعنی در یک دقیقه امی کل استودیوی ما را میتونه که بررسی بگیره. بعضی اوقات وقتی که بعضی از مادران میگه که یک کودک آمده بود خانه ما استاد، ما یک مورد را، یک چیز را در یک جای 20 سال پیش مانده بودیم، اونم بورم پیدا کرده بود. بله، اینم تو آدم ها هستن. بیش فعالا در چت حتا میگردن، در ستونا بالا میشه، در کوچا بالا میشه و زیر کوچ بالا میشه، در ماریا بالا میشه. یعنی وضعیت در همون قسم گزنامش بالا است، بیش از حد است و بیش از حد فعال است و نمیفهمه تمرکز کنه که در فاتحه هست، در روسیه هست، در مرده هست، در زنده هست. اینا رو متاسفانه توجه کرده نمیتونه. آخرین نشانه را که عزیزان ما داره، حرف میزنه و قبل از اینکه سوال تمام شوه برش بگوی که احمد امروز جواب میتسون. یعنی پیش از اینکه شما سوالتان خلاص شوه جواب میده، اما بیش فعال است دیگه، بیش فعال است، یعنی زود فعال است، زود عکس العمل نشان میده. این مورد را، یک نکته را در این مورد میخوام اشاره کنم عزیزان. ADHD یا اختلال بیش از بیشفعالی یا با اختلال بیشفعالی با کمبود توجه متاسفانه زیاد است و ما کودکان زیاد را امیل اعظم در کودکستان داریم، در کابل که کودکستان که ما کار میکنیم، که متاسفانه مشکلات داره. یعنی در 7-8 سالی که ما با این کودکستان و این کودک ها کار میکنم، با فور مواجه شدیم که کودکان زیاد دچار اختلال است و از اختلال رنج میبره، ولی مادرشان فکر میکنه که شوخ است، مادرشان فکر میکنه که این مرحله از کودکی هم ترستی جور میشه. من پیشنهاد مادرا و امی خانوادایی است که اینا باید به درمان برده شود، البته به آموزش. این اختلال است که باید روانشناسا برشان آموزش بده، رفتارشان کنترل شود، حتی در کشورهای دیگه اینا حتی به پاهایشان بعضی وسایل نصب میکنن، غذای متفاوت میتن، به کارهای متفاوت مشغولشان نیست میسازم، که او امکانات در کشور ما نیست، اما امکانات مشاوره، امکانات آموزش خوب خوشبختانه برای خود کودکم و برای والدینشان هم در دفتر ماست و هم در کودکستانی که ما همکاری میکنیم. بنان پیشنهاد ما و خواهش میست که این مسئله را یک چیز عادی نپنداره، یک اختلال است. اختلال وقتی که ما میگیم یعنی که یک اختلال است، یک بیماری است و باید توجه و مورد توجه قرار بگیره. تشکر.